پیدا کردن قبرستان‌های با ارزش همراه با نمادها و نشانه‌ها. با سلام و درود خدمت کاوشگران عزیز. دوستان ببینید، قبرستان‌های با ارزش همیشه در کنار شیب ملایم که مربوط میشه در ارتفاعات، منظورم هست که مناطق نامی، جایگاه‌های نامی، حالا چون اون جایگاه‌ها شاید به علت جغرافیایی یا به علت شرایط محیطی از بین رفته باشه در کنار قلعه ها، ولی همیشه در شیب ملایم پدیدار میشه. همیشه باید وجود رودخانه یا چشمه در کنار اینها باشه. بعد بیشتر این نوع قبرستان ها حالا شاید زمین های کشاورزی زیاد شده و این جایگاه ها زیر خاک رفته باشن. حالا نمونه ای از یک جایگاه یا یک قبرستان با ارزش رو داریم که همراه با نماد و نشانه هستن. دوستان همیشه بدون نماد یا نشانه وجود یک جایگاهی که محل دفینه هست رو مشخص میکنه. اینجا یک قبرستان با ارزشی رو داریم که مربوط میشه به یک تقریبا حاکمی بوده که یک طایفه کوچکی بوده که وضعیت مالی شاید خوب باشه، چون اینها برای قبرشون وجود نشانه قرار دادن. این نوع سنگ ها رو بر روی سنگ قبرشون حساب می کردن و به همراه تقریبا نشانه ای از اسکنه و شیار و فلش استفاده می کردن. دوستان ببینید، اینها در داخل این قبرستان ها همیشه گفتن در قبرستان های باستانی وجود چند تا قبر با ارزش پیدا میشه. حالا جایگاهی که گفتم این قبرستان با ارزشه و گنجدار هست، همه این قبرها نشانه دارن و معمولا گفتم مربوط میشه به یک حاکم یا یک طایفه کوچکی که حکمرانی داشتن در یک منطقه. ببینید این سنگ قبرهاشون وجود اسکنه هست دوستان عزیز، بعد هم خانوادگی داره، هم تق قبر در داخلشون موجود هست. دوستان شما باید قبر رو کاوش بکنید، البته شما باید در اول شمال و جنوبش رو پیدا بکنید و همراه قبر نما. و اینکه این حالت ها معمولا جابجا میشه دوستان، چون در زمین های کشاورزی هستن، شما میتونید نشانه اول که سنگچینه، اینجا سنگچین زیاد موجود هست، مربوط میشه به یک قبری. اگر سنگچین ها تعدادشون زیاد باشه، بعد سنگ های بزرگی در کنارشون قرارگیری داشته باشه، معمولا اینها جداتر از تک قبرها هستن که به عنوان خانوادگی عمل میشه، چون این نوع حالت خانوادگی که مشخص شده، گفتم اینها جزو اشخاص بالا مقامی هستن که دست جمعی و در کنار هم قرارگیری دارن. نمونه ای که شما میبینید سنگ های بزرگ استفاده شده و داخلشون سنگچین هست، اینها چند تا قبر رو مشخص میکنه. دوستان عزیز شما میتونید هم از روی نشانه اسکنر رو اندازه بگیرید، بعد لابلای یکی از این سنگچین ها شما باید حفاری بکنید معمولا، ولی چون اگر سیستم به هم ریخته باشه در این قبرستان مثل اینجا، شما از بغل سنگ های بزرگی که تقریبا چند تا سنگ کوچیکتری رو در کنار خودش داره، اونجا جایگاه قبر مشخص میشه. معمولا اونها تق قبر هستن دوستان عزیز. من گفتم میشه در قبرستان ها تق قبرها یکم فاصله دارن با قبرستان اصلی. تق قبرها که مشخص هستن در کنار خود قبر، در بغل اون میتونید اونجا رو حفاری بکنید و اون جایگاه هایی که البته نشانه داشته باشن، خب اونایی که نشانه داشته باشن تا قبرها در بغلش حفاری میکنید که شمال و جنوب رو پیدا بکنید و از شمال یا جنوب، چون بعضی از جایگاه ها مشخص نمیکنه شمال و جنوب، شما باید خودنما استفاده بکنید و معمولا در قسمت جنوب اون میتونید حفاری بکنید، بعد قسمت تا
مشتق قبرها مشخصه و اگر جایگاه هایی که به هم ریخته هست شما میتونید سنگ های بزرگتری که چند تا سنگ کوچیکتری در بغلشون قرارگیری دارن اونها رو میتونید سنگ های بزرگ شروع بکنید در بغلشون. مثلا این جایگاهی که شما مشاهده میکنید دوستان در بغل سنگ بزرگ حفاری رو انجام بدید، بعد اینجا باز از قطنما استفاده بکنید و جایگاهی که حالت نشست رو داره میتونید اونجا رو حفاری بکنید دوستان، که خیلی حائز اهمیت هست. گفتم این قبرستان های باستانی جالب اینجا است که اگر مثل اینجا یک طایفه تقریبا کوچکی که باشه همه اینها حائز اهمیت هستند دوستان، و اگر تونستید این جایگاه رو به جوری حفظ احترامی نشه به قبرها، چون کلن همشون با ارزش هستن دوستان، میتونید یکی یکی حالا بغل قبر رو حفاری بکنید به جوری که سیستم قبر به هم نخوره و محل دفینه، چون اینها محل دفینه شون در قسمت شمال یا جنوب قرار گیری دارن دوستان عزیز، در قسمت پاها یا سر، و اگر موجود نبود بر بالای سینه شون زیورالاتی قرار میدادن، حالا چه مرد چه زن، از جمله دستبند، طلا و سکه بیشتر استفاده شده دوستان. در این نمونه قبرستان ها بیشتر سکه موجود هست دوستان، که حالا از نقره و طلا هم استفاده شده. ببینید دقیقا بر روی خود سنگ هاشون همشون اسکنه و علامت تقریبا جای چکش مشخص هست. شما باید اول ببینید نشانه داره یا نه. عمق دفینه اینها هم دوستان هلوش 4 متر هست، 4-3 متر یا 4 متر هست، چون در شیب ملایم کوه قرارگیری داره دوستان عزیز. بعد ببینید کلا اونها رو تخریب نکنید، این منظورم در کل این بود که اونایی که نشانه دار هستن باز بکنید، اونایی که نشانه دار هستن رو باز بکنید و در قسمت شمال و جنوب حفاری رو انجام بدید. اینها هیچ نوع تله سمی یا تله خاک رو ندارن، بعضی هاشون که مهم هستن از سنگ های قبل بزرگ استفاده شده، مثل این نمونه که شما مشاهده میکنید. شما میتونید از بغل همین سنگ حفاری رو انجام بدید که شاید یکی دو لایه استفاده شده باشه برای اموالشون، اونهایی که با ارزش هستن دوستان، حالا چه تق قبرشون و چه اشخاصی که مهم بودن. اینجا گفتن سنگ های بزرگ و سنگ چین که در وسط اینها هستن، اینها خانوادگی هستن، حالا یک پادشاهی بوده با فرزندانش یا کسایی که زیر دستش بوده، اینها رو در کنار هم قرار میدادن و محل دفینه شون هم در کنار خودشون یا بالای سینه شون قرار میدادن. خب این نمونه ای از یک قبرستان بسیار بسیار با ارزش هست دوستان عزیز. گفتم فقط نشانه دارها رو پیدا بکنید و عملیات حفاری رو انجام بدید، چون ببینید اینجا یک جایگاه تقریبا کشاورزی هست، خیلی از جاها از بین رفته و نمونه ای از این قبرستان پدیدار هست، چون شاید اینجا بزرگتر باشه کوچکتر باشه ولی مشخص هستن، چون در شیب ملایم کوه قرارگیری دارن بعضی هاشون کاملا مشخص هستن. خب ممنون، سپاسگزارم دوستان عزیز، حتما ویدیو رو لایک بکنید، کامنت برام بذارید، با تشکر.